یکی از مخالفین سرسخت اعدام هستند. همینطور که زنده یاد منصور حکمت به درستی گفته، اعدام یک قتل عمد دولتی هست. اعدام ابزاریه که دولت‌های دیکتاتور به بهانه برقراری امنیت و جلوگیری از جرم و جنایت از اون استفاده می‌کنند. در صورتی که ما می‌بینیم در کشورهایی که سالیان سال هست به یمن مبارزات مردم در اونجا اعدام ممنوع شده، آمار جرم و جنایت کمتر از کشورهایی هستش که در اونجا مجازات اعدام هنوز لغو نشده. مبارزه علیه اعدام یک امر مهم و انسانی هستش که خوشبختانه روز به روز در حال گسترش هست. پس همراه و همگام با این مبارزه تا لغو این حکم شنیع و غیر انسانی در ایران و در همه جهان. من مخالف اعدام هستم. به این دلیل اعدام از نظر من قتل عمد دولتی است. یعنی دولت از سر آگاهی کامل انسانهای آزادی خواه و برابری طلب رو اعدام میکنه. انسانهایی مثل رامین حسین پناهی، زانیار لقمان مرادی، ریحانه جباری، فرزاد کمانگر که واسه یک زندگی بهتر، زندگی که لیاقت انسان داشته باشه مبارزه کردن و جمهوری اسلامی آنها را اعدام کرد. زنده باد زندگی، نه به اعدام. جمهوری اسلامی طی 40 سال حکومت ننگین خود با اعدام های آزادی خواهان و دگراندیشان و بسیاری از زندانیان سیاسی که طی این چند سال تحت شدیدترین ظلم ها و شکنجه ها قرار گرفتند، بیش از پیش بر جنایات خود افزوده است. اعدام یک انسان اعدام زندگی است، اعدام انسانیت است. نه به اعدام، سلام بر زندگی. من هم به نوبه خودم به عنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ کمونیست کارگری انزجار خود را از اعدام اعلام می‌دارم، چون اعدام یک قتل عمد دولتی است و یک دنیای بهتر را برای همه آرزو مند هستم. من مخالف اعدام هستم. مخالف اعدام هر انسانی و مخالف اعدام در هر شرایطی. اعدام مجازات نیست. اعدام همانند کشته شدن در یک جنگ و دعوا و یا در یک تصادف نیست. اعدام قتل برنامه ریزی شده و قتل عمد دولتی است. به رسمیت شناختن مجازات اعدام در قوانین کشوری مجوزی است دست دولت‌ها برای کشتن انسان‌ها و خود تناقضی است در خود. اگر قانون کشتن یک انسان به وسیله انسان دیگری را امری خلاف و قابل مجازات می‌داند، خود نمی‌تواند دست خود را در قتل یک انسان دیگر باز بگذارد. اعدام نه راه حل است و نه یک مجازات. اعدام یکی از شیوه های به سکوت کشندن جامعه به وسیله دولت هاست. اعدام باید از قوانین کشوری برچیده شود. من مخالف اعدام هستم. من مخالف اعدام هستم. مخالف اعدام در هر شرایطی. اعدام مجازات نیست، بلکه قتل سازمان یافته دولتی است. اعدام راه حلی برای جلوگیری از قتل نیست، بلکه خود نوعی از قتل است که گرفتن جان یک انسان را به یک امر عادی و نرمال تبدیل می کند و با آن جنبه قانونی می دهد. اعدام قتل قانونی انسان هاست. اعدام در هیچ زمان و مکانی جرم و جنایت در جامعه را کاهش نداده، بلکه سبب شده جامعه هر چه بیشتر به خشونت‌گرایی سوق داده شود. اعدام خشونت‌آمیزترین ابزاری است که دولت‌ها به بهانه اصلاح جامعه به کار می‌برند و از آن چون اهرمی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کنند. اعدام باید از قوانین کشوری برچیده شود. من مخالف اعدامم. منم سلام عرض میکنم.
و مخالفت خودم رو بر علیه اعدام و حکومت اعدام اعلام میکنم. به امید سرنگونی هرچی حکومت اعدامه، امیدوارم که یک روزی بیاد در این جهان نه اعدامی داشته باشیم و نه حکومت اعدامی. به امید سرنگونی این حکومت اعدام و به امید روزی که مردم در کنار هم به شادی و خوشی بتونن زندگی کنن. زنده باد آزادی، زنده باد شادی، زنده باد زندگی. من هم به نوبه خودم مخالفت خودم رو با اعدام اعلام میکنم. اعدام باید فوراً لغو بشه. من این دنیا رو بدون جنگ و خونریزی میخوام. من این دنیا رو بدون خشونت میخوام. من این دنیا رو بدون اعدام میخوام. ممنون. با سلام، من بابک یزدی هستم، مدیر اجرایی کانون خاوران. به نظر من مهمترین تعریفی که تا حالا از اعدام شده جمله معروف منصور حکمت است که میگه اعدام قتل عمد دولتی است، یعنی قتلی برنامه ریزی شده، سازمان یافته شده که چگونه جان یک انسانی رو بگیرن، یعنی جواب قتل رو با قتل و جواب مرگ رو با مرگ بدن و این عین جنایت است. در حال حاضر 3 تا کشور یعنی چین، ایران و عربستان سعودی بیشترین آمار اعدام را دارن و به نظر من با فشار بین‌المللی و داخلی میشه این دولت‌ها رو به عقب نشینی وابداری. من از تک تک دوستان میخوام که از هر طریقی که میتونن به این دولت‌ها فشار وارد کنن تا اونا رو به عقب نشینی وابدارن و دست از این جنایت بردارن. با تشکر، بابک هستم.